روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز با عظمتی است. عظمت روز سوم شعبان را باید از عظمت حسین بن علی به عنوان پرتوی از اون عظمت به حساب آورد و به شمار آورد. روز بزرگی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود. لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. این بزرگوار در تاریخ بشریت یک حرکتی را که نظیر و شبیهی ندارد ارائه به تاریخ کرد و در مقابل چشم بشریت گذاشت که هرگز فراموش نخواهد شد. الگوز. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. فداکاری برای هدف الهی در اون حجم، در اون مقیاس عظیم، فداکاری به معنای دادن جان خود، جان عزیزان، اسارت حرم اهل بیت با اون وضع، با اون شجاعت، تحمل این حادثه سخت برای اینکه اسلام بماند، برای اینکه ظلم ستیزی به عنوان یک اصل در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت به یادگار بماند، این چیزی است که دیگه نظیری برای او نمی‌شود پیدا کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. البته زندگی حسین ابن علی علیه السلام در طول تاریخ زندگی 50 و چند ساله اون بزرگوار همه درس است. دوران کودکی او درس است، دوران جوانی او درس است، دوران امامت امام حسن علیه السلام رفتار او درس است، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام رفتار او همه درس است. اینجور نیست که حالا هر کس راه حسین ابن علی را رفت حتما آخر کار بایستی به صورت ظاهر به شکل دنیایی ناکامی باشه. نخه، این راه رو، این درس رو در مقابل چشم بشریت گذاشتن، میگن اگر دنیا هم میخواهی، اگر عزت هم میخواهی، در این راه هست.